کتلو در این سالها حاشیه‌های زیادی داشته. در این بخش به بررسی چند حاشیه این خواننده محبوب می‌پردازیم. زمانی که تتلو در ایران به جرم خوانندگی بازداشت شد، صادقی نوشت: سلام به همه دوستان ساده و صبور. همیشه گفتم و باز هم میگم که مهم نیست کجای جهان هستیم و کی هستیم. مهم اینه که کنار هم باشیم، حالا هر کسی که هستیم. متاسفانه باخبر شدم یک جوان هنردوست ایرانی به نقلی به خاطر موزیک ویدیو بازداشت شده. کاش جای این مدل برخوردها که در شأن جوان سرزمینم نیست، راهی براش باز می‌کردیم که بتونه هنرشو به مردمش بهتر نشون بده. این جوانایی که میگن بهشون زیرزمینی، به خداوندی خدا اگه بهشون فرصت بدیم بیان روی زمین، میتونن هنر این سرزمین رو بالا ببرن. امروز دلم سوخت برای امیر حسین مقصودلو یا همون تتلو که اسم جرم و دستگیری رو براش به کار بردن. امیر حسین شاید موزیکش باب سلیقه من نباشه، اما هموطن منه، برادر خاکی منه. خیلی ها با این حرفا مخالفن، اما من بعد از 20 سال سابقه موسیقی از یک برادر و هنرمند ایرانی حمایت میکنم. تتلو این بار بعد از آزادیش با قرار وثیقه ندامتنامه ای را در صفحه فیسبوکش منتشر کرد که در آن عنوان کرده بود: معذرت میخوام. ببخشید که باعث نگرانی شدم. خیلی ممنونم از همه دوستان، از همه کسانی که به گوشم میرسید واقعا نگرانم بودند. باید بگویم که من علارغم میل باطنیم، قدیم یک کارنامه بدی از نظر خیلی ها داشتم که باید پاسخگو باشم و پاسخگو هم میشوم و ایشالله که بتوانیم مجوز را بگیریم و بتوانیم تو ایران کار کنیم. فقط این را بدانید که من هر کاری که انجام می دهم و هر فعالیتی کردم فقط و فقط واسه خوشحال کردن شما مردم ایران بوده و هیچ وقت هیچ برگشت دیگری برای من نداشته. عاشقتونم و ایشالله که بتوانم توکل به خدا این قضیه را حلش کنم و کارهای قبلیم و کارنامه قبلیم را یک خورده سیاهیش را کم کنم. من شرمندم، شرمنده همه مردم ایران. چند سال پیش وقتی یکی از مجریهای شبکه من و تو نشان زرشک طلایی هفته را به یکی از آهنگهای تتلو داد، او باز هم از کوره در رفت و فالوورهایش را روانه پیج مجری مورد نظر کرد تا انتقام زرشک طلایی را از او بگیرند. کمی بعد هم در آهنگ خونه خوبه از مجری مورد نظر با نام ظالومه یاد کرد. چند سال پیش وقتی امیر مهدی ژوله در برنامه خندوانه استنداپ کمدی اجرا می کرد، به شوخی طرفداران خودش را جوجولیتی نامید و همین باعث شد که تتلو دوباره دست به تایپ شود و این بار هم ارتش 3 میلیونیش را به پیج ژوله هدایت کرد. ماجرا تا آنجا پیش رفت که امیر مهدی ژوله در پست اینستاگرامش از تتلو دلجویی کرد و گفت: امیدوارم که او هم مجوز بگیرد و بتواند به صورت رسمی فعالیت کند. سال پیش وقتی برنامه اینترنتی پرمخاطب رضا رشیدپور با نام دید در شب به راه افتاد، امیر تتلو مهمان یکی از شبهای این برنامه بود و به گفته خود رشیدپور پربیننده ترین برنامه او در آپارات را رقم زد. تتلو در دید در شب به صدای محسن چاوشی ایراد گرفت و گفت: فکر نمی کنم این آقا بتواند همین صدا را لایو اجرا کند. موضوعی که به درگیری و فحاشی هواداران منجر شد. چند ماه بعد محسن چاوشی در اقدامی بی سابقه ویدیویی از اجرای لایو و بدون افکت یکی از آهنگهایش را خواند و روی اینترنت قرار داد. اما ماجرای تتلو و بهنوش بختیاری، ماجرا از اینجا شروع شد که تعداد فالوورهای بهنوش بختیاری از پیج امیر تتلو پیشی گرفت و تتلو در متنی گفته بود که بعضی هنرمندان اقدام به خرید فالوور می‌کنند. بهنوش بختیاری در متنی اینگونه پاسخ تتلو را داد: اعتبار مثقال مثقال جمع میشه با اخلاق و انسانیت، نه با پست اینستاگرام.
قابل توجه دوستان، من که یک شبه به اینجا نرسیدم و دوستانی که منو میشناسن میدونن که من از سال 74 بیوقفه کار کردم و زحمت کشیدم و همیشه جواب بیمعرفتی رو با معرفت دادم. کاش که کسایی که توهین و بیادبی میکنن پست های 4 ماه قبل من رو ببینن که من چطوری به حرمت موسیقی با نهایت احترام و خوشقلبی 2 پست از کسی که تا حالا ندیدم گذاشتم و دفاع کردم. مرسی که جوابم رو اینجوری با ناجوان مردی دادین. ما فیک، شما طبیعی، ما بد، شما خوب، شما اول، اول در پناه حق یا علی. و جواب امیر تتلو به این پست بهنوش بختیاری. خب اولا که من منظورم خانم بختیاری نبود و خیلی ها بودن که لایکا رو توش کردن، ولی ما مثل همیشه حرف رو انداختیم زمین و اونی که صاحبش بود ورش داشت. عرضم به حضورشون که من هنوز هم نمیدونم ایشون کی هستن، ولی چون تتلیتی بودن ما حمایت کردیم و فالوورشون رفت بالا، ولی نه دیگه 900 هزار تا، جنگ مگه؟ باز اگه خانم حاتمی یا مثلا علی کریمی انقدر میشد یه حرفی. در ضمن شما از سال 74 کار کردی، پولشو گرفتی، منت گذاشتن نداره که. من حواسم بد جوری جمع هستش متاسفانه. شما هم یا مثل من که دیروز معذرت خواهی کردم معذرت میخواین به خاطر این متن زشتتون و توهینی که به هوادارامون و دعاهامون کردین، یا هرگز دیگه تتلیتی نیستین و هرچه براتون پیش بیاد مسئولش خودتونید. دو روز که چیزی نیست، اون زرشک طلایی به کل از بین رفت چون فکر میکرد هوادارای ما هم مثل مال خودشون فیکن. در ضمن این تیکه ها که به هم میندازین خودم نوشتمشون رو کاغذ. بابا قوی، قدرتمند. اما گزینه بعدی علیزیاست. چند سال گذشته وقتی ویدیوی شعارهای علیزیا ضد تیم استقلال و مظلومی در یک جمع خودمانی منتشر شد، تتلو باز هم بیکار ننشست و این بار هم دست از اظهار نظر بر نداشت. او در پست اینستاگرامیش علی ضیا را مورد هدف قرار داد و گفت این جانب از اونجایی که یه ایرانیم و راجع به همه چیز کشورم نظر میدم، این بار نیز نظر خود را اعلام میکنم. به نظرم این دوستان جلوی 4 تا دختر جو گرفتشون، کاملا مشخصه و هم آبروی پرسپولیسیا رو بردن و هم آبروی هنرمندا رو، و باید از آقای مظلومی معذرت خواهی کنن. وقتی هنرمندامون اینقدر بی ادب هستن و با بزرگتر و مربی تیم اینجوری رفتار میکنن، از اون جوونایی که تو استادیوم هستن واقعا توقع فحش دادن میره، خجالت آوره. پس از انتشار این ویدیو و واکنش ها نسبت به آن، علی ضیا با انتشار ویدیویی از هواداران استقلال عذرخواهی کرده بود. در تمام این سالها تعداد هنرمندان و چهره های سرشناسی که مستقیم یا غیر مستقیم از امیر تتلو حمایت کردن کم نبودند. از رضا صادقی، رضا رشیدپور، وحید شمسایی، سوشا مکانی گرفته تا همین چند وقت پیش که رضا عطاران در برنامه جواد یحیاوی آپاراتچی در تمجید از او گفت وقتی تتلو برای اکران دراکولا به سالن سینما آمد دیگر هیچ کس مرا تحویل نمی گرفت، مردم دوستش دارند. اما حال برویم به سراغ تتلو و فوتبال. زمزمه های فوتبالی شدن او از سال 93 آغاز شد. اولین بار در پیج فیسبوکش متنی منتشر کرد و نیت کرده بود که به تیم فوتبال راه آهن بپیوندد. او تا همین روزهای اخیر هم بیخیال فوتبالی شدن نشد و تقریبا با اینکه هیچ کس به او قولی نداده بود، هر چند روز یک بار قصد داشت به یک تیم دست اولی برود. یک بار از سر تمرین پرسپولیس بیرون رانده شد. دوستیش با پیام صادقیان هم باعث به وجود آمدن حاشیه‌های زیادی برای این بازیکن پرسپولیس شد. بعد از آن هم پای فرهاد کاظمی را به کمیته انضباطی کشاند. اما از میان همه جنجال‌های فوتبالی تتلو، شاید موضوع عکس سلفی او با محسن مسلمان از مهمترین آنها باشد. همین چند وقت پیش بود که غیبت محسن مسلمان در یک جلسه تمرین پرسپولیس حرف و حدیث‌هایی را در پی داشت. محسن مسلمان با غیبت در تمرین پرسپولیس راهی محل برگزاری یک دیدار فوتسال شد و تصاویر او در کنار امیر حسین مقصودلو انتقاداتی را در پی داشت.
احضار محسن مسلمان به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به خاطر گرفتن سلفی با امیر تتلو باعث شد این خواننده زیرزمینی ساعات سختی را سپری کند. تتلو که تا آن روز خود را یک پرسپولیسی دو آتشه میدانست و با یک پست در اینستاگرامش عنوان کرد: من جواب بی احترامی رو با بی احترامی میدم. مگه تتلو قاتله یا مثلا مریضی داره که هر کی میگه باهاش گشتم رفتم کمیته انضباطی یا مشکل ایجاد شد یا خراب شدم؟ اما این پایان کار نبود و حمله هواداران پرسپولیس به صفحه شخصی تتلو و ثبت بالای 10,000 کامنت توهین در یک ساعت باعث شد تا او این بار به صورت صوتی پستی را منتشر کند. محسن مسلمان اصلا دوست من نیست. دوستی دارم به اسم مملی که زنگ زد و گفت مسلمان میخواهد بیاید بازی شما را ببیند. گفتم نیاید چون داستان میشود، ولی اومد و داستان شد. من این همه دوست فوتبالی دارم، همین الان دارم از پیش روزبه چشمی میام. مردی که بی جرأت برگرد بگو من کار نکردم، که رفتم نشستم فوتبال دیدیم، همان کاری که سلطان شمسایی کرد. ادابت که نمی کنن، همه چیز مال بی جرأت بودن خودت هست. اگر هم که دعوت نشدی خب بیا یک پست بگذار تا من این همه فوش نخورم. لحظاتی بعد او صفحه خود را از حالت عمومی به شخصی تغییر داد تا فقط فالوورهایش بتوانند پستهایش را ببینند. اما آنقدر توهین ها زیاد شده بود که تتلو ترجیح داد استقلالی شود و ضمن انتشار چند پست با مضمون هواداری استقلال به شدت از منصوریان حمایت کرد. او در اولین پست بعد از تغییر تیمش نوشت: من تازه تو 28 سالگی رسیدم به شعاری که تو بچگی ها تو مدرسه‌مون میدادیم.